این برگشتنش یک شاهزادهی به ملک خودش و اینها یک سری ادبیات رمانتیک ما رو درگیر میکنه. اینها یا مثلا یه داستان هملتوری، اینها آیا موجهه؟ میتونیم بحث کنیم درباره‌اش، ولی من میگم ربطی به بحث نداره. حقیقت اینه که یه قسمتی از مردم این رو دوست دارن، یه قسمت دیگه از مردم ایشون رو به عنوان تنها فردی میبینن که میتونه این کارو انجام بده، یه قسمت دیگه از مردم مثلا ایشون رو میگن چون فقط به خاطر اینکه مثلا ژن پهلوی رو داره میتونه. همه اینها رو داریم در کنار هم دیگه. به این دلایل یه سری افراد برای خودشون موجه کردن. از طرفی من یه مشکلی میبینم، به نظر من اپوزیسیون ما برای اینکه این فرد کاری که میتونه بکنه، اون فایده ای که سوال جواب سوال شما به تایتل، فایده ای که داره به چه دردی که میخوره. رضا پهلوی به درد این میخوره که یک اپوزیسیونی که مدیریت داره، سازماندهی خودش رو داره، ایشون رو به عنوان فرانت قرار بده. یعنی من میگم ایشون یک پروموشنه، فقط به این چیز میبینم، این بزرگترین چیزی که من میبینم براشون. اگر چون نمیخوام وارد این بحث بشم که آیا مدیریتش رو خوب است یا بد است، چون به قول شما سبقش رو نداریم، اما مثلا خود محمد رضا شاه هم ما سبقشو که نداشتیم، شاهزاده بوده، خوبم عمل کرده. پس نمیتونیم بگیم میتونه خوب عمل کنه، نمیتونیم بگیم میتونه بد عمل کنه. یعنی ما اپیل تو فیوچر که نمیتونیم بکنیم چی حالا هم چش توسل به آینده، باید ولش کنیم بس. آره توسل به آینده نمیتونیم بکنیم، برای همین اصلا ولش میکنیم اون بحثو، کاری هم من ندارم به این بحث. نمیتونم بگم که خوبه در آینده، نمیتونم بگم بده، چون هم مثال میتونیم بیاریم که خوب میتونه نباشه، هم مثال بیاریم مثلا محمد رضا پدرش که خوب بوده با اینکه ازش چیزی نداشتیم قبل از پادشاه شدنش، چون اون زوری شد دیگه تو شرایط استرار و توی چیز توی خب ببین من که ببین داریم فکر کنم اتفاق نظر داریم، ما نمیدونیم که ایشون مدیر خوبی هستن یا نه، میتونن باشن نباشن، برای همین بهتره با خارجش میکنیم از بس. باش برای همین میتونیم با سرنوشت مردم ایران بازی نکنیم. چیزی که میدونیم که ایشون سخنران خوب هستن، میدونیم که ایشون باسواد هستن، میدونیم که ایشون طرفدار سکولار دموکراسی هستن، خب، و دفاع خوبی میکنن از این مفاهیم، و همونجوری که گفتی میتونن نقش تبلیغاتی خیلی موثری میتونن داشته باشن. و طرفدار دارن. یعنی حتی افراد ولی نکته اینه که پس رهبر نه ببین اصلا کلا به عنوان من که با خود سیستم پادشاهی که به هر حال نقد دارم به سیستم پادشاهی، یعنی تنها چیزی هم که این میتونه انجام بده به نظر من دوره گذاره، یعنی نقششون چه نقشی به نظر من فکر می‌کنم به عنوان عامل متحد کننده است. خب به عنوان یک سخنگو، به عنوان عامل متحد کننده، به عنوان حالا همون میگم سمبل اینا رو، با اینکه میگم آره یه سخنران، یعنی اگه یه زمانی یه گروه اپوزیسیون خوب داشتین ایشون میتونن سخنران باشن، ولی رهبر نیست. من میگم مشکل اینجا اینجوری پیدا میشه که همه اپوزیسیون هایی که به هر حال یه مقدار کاری دستشون برمیاد اما اون عقبی مردمی رو ندارن، باید اونها برن اتفاقا توسل بجوین به این آقا، بعد برن میگن آقا تو رو خدا بیا ما برنامه‌هامون رو به شما بدیم، شما تایید کن بیا ما رو پروموت کن. خب پروموشن آره چیر لیدره، کارش کار تبلیغاتی میکنه ولی خودش مدیریت نمیکنه. اینجوری میتونیم بگیم اوکیه، مشکلی نداریم به هر حال، ولی خب توی همین روند هم میتونه که چیز کنه، یه ساماندهی انجام بده. نمیگم حالا مدیر رأس هرم که باشه، ولی میتونه، یعنی این به نظر من یه فرآیندیه که چند جهته باید چیز باشه. من که قبول دارم، من از این دفاع میکنم، ولی ایشون دیگه نقشی که شما دارین میگین اینجا رهبر نیستن. ایشون عضو یه گروهی هست که من نگفتم رهبر، من میخوام بگم بهترین راه، یعنی فیزیبل ترین، چی میگه، دسترس ترین راه برای تغییر دیگه، دادن اینا رو داریم میچینیم. آره نه از اونم به نظر من این وظیفه اپوزیسیون، وظیفه مردم، و مردم منظورم که نه که تکی برن به خودشون بگن، مثلا من به عنوان مثال باقی مثلا حسین یه کانکشنی داری بریم یه فشاری باید گذاشته بشه که مثلا ایشون باید مشخص بگه که آقا من برنامه دارم، یا بگه من میخوام این کار رو انجام بدم، یا اینکه به خاطر اون بحثی که ایشون بعضی ها این رو میبینن به عنوان سد راه مثلا براندازی، اون بره کنار این بحثه، یعنی بگه من یا هستم یا نیستم مشخص بشه. و این وظیفه میگم افراده که توی گروه های کوچیک بیان به این آقا مثلا مثل چه میدونم یه حالت شما میری به استاندار اون شهرت میگی همجوری تا برسونی به اون آدم، این آدم باید به نظرم بهش فشار بیاد که موضعش مشخص بشه. و همینطور اپوزیسیون به جای زدن این قضیه که بگن ما بخواد فقط به دلیل اینکه میخوان پادشاهی رو بزنن، رضا پهلوی رو بزنن، این کارو نکنن، بیان اتفاقا از این استفاده کنن. من میگم میشه از این استفاده کرد، کاربرگران نگاه کنیم میشه از این موقعیتش استفاده کرد. من پیشنهادم اینه که آقای رضا پهلوی فرده یه وبسایت بزنن، خب بیان بگن که ما داریم رزومه جمع میکنیم، خب ویدیو ادیتور و نویسنده و اینا احتیاج داریم، بعد همه این رزومه ها رو بردارن، یه تیم داوطلبانه اصلا خرجی هم نداره درست میکنن، بعد یه کانال یوتیوب هم میزنن، بعد میاد یه سری چیزا رو مینویسه، بعد این مشاوراش میاد میخونن نقدش میکنن، بعد از نقدم میاد متن جلوی دوربین میخونه،
هفته یه بارم یه ویدیو میده. چرا اپوزیسیون نمیاد؟ چرا اپوزیسیون نمیاد به جای اینکه چیز کنه؟ به نظر من همچنان میگم چرا اپوزیسیون نمیاد، میگم اینکه را به این چیز خوبی میگم به اصلا به همین توسل کو به این داستان که آقا این آدم پروموتد میتونه بکنه. من اگر که واقعا چیز داشتم اپوزیسیون بودم برنامه داشتم خودم به زور هر چقدر هر کاری میتونستم میکردم که آقا تو بیا منو پروموت کن، اصلا تو بشو فیسش، بشو رهبرش جای من. اصلا نه ببین من این اتفاقا الان به نظر مثل این کاری که من گفتم مرزا پهلوی میتونه بکنه کاری که مسیح علی نژاد کرده. یعنی این مسیح علی نژاد تون الان یه کانال یوتیوب تبلت داره دیگه، درسته؟ روی اینستاگرام هم داره فعالیت میکنه. این کارا رو رضا پهلوی میتونه اگه میکرد میدونی چقدر میتونست موثر باشه؟ چهارشنبه پهلوی درست کنیم چیکار کنیم؟ چهارشنبه پهلوی نه ولی واقعا این کارا رو نمیتونست بکنه. خیلی تو آمریکا هم هست میتونست ولی مهم نیست، حالا نکرده، حالا مهم نیست. آقا درگیر خانواده‌اش بوده، زندگی داشته، هر چی. آخه چه کار داره میکنه؟ میگم هزار تا دلیل هست، میگم آقا مثلا این مقدارم پول بود، پولم داشته، میتونست، آقا نکرده. حالا ولی واقعیتی که نمیتونیم عوض کنیم که به هر حال زنده. این ولی من سوالم اینه، ببین من سوالم اینه کسی که یه همچی کاری میتونسته بکنه که مسیح علی نژاد کرده، خب که این نکرده، ما بیایم میگیم بیا رهبر مثلا برند، رهبر مثلا یه اپوزیسیون بشه. آره چون مسیح علی نژاد اون چیز نداره، خیلی اون قسمتش خیلی بزرگه. ببین چند تا مسئله داره به عنوان مثال. چرا اولا من میگم مسیح علی نژاد با کلی قابلیت‌های کمتر و با کلی منابع پایین‌تر کارهای انجام داده، کارهایی رو انجام داده که آقای رضا پهلوی باید میتونست تیم اصلا با پول و با تیم اصلا مردم خیلی نیم چقدر مردم صف میگرفتن بیاد داخل. یه رهبر خوب باید مدیر خوب باشه. من جواب من میگم چه قابل، اگه شما هیچ شرطه. شما چی کار کردین؟ خب باید چی باشه؟ تو به من بگو باید چی کار کردی، باید چی باشه؟ خب همین وارد این نشو، چون اگه وارد بشم من میگم محمد رضا پهلوی مگه قبل از مثلا شاه شدن چی کار کرده بود؟ رهبر خوبی هم شد بعدش، هیچ کاری هم نکرد. نه ببین پسر جوان اولا که من میگم که از بچگی اصلا از جوونی شاهش کرده. من نمیدونم خیلی از اتفاقا از خیلی زود ببین موقعی که شاه شد شاه خیلی افتضاحی بود، درسته؟ موقعی که شاه شد خب، ولی از همون بچگی یعنی بله برای که بچه مگه اولش که بلد نبود چه چیزی شاه باشه. ولی من میگم اتفاقا محمد رضا شاه خیلی تجربه داشت به خاطر اینکه کلی سال از بچه از جوونی مجبور شد شاه باشه و یاد گرفت. اتفاقا اولش هم شاه خیلی بدی بود، بعدن یواش یواش شاه شد. اصلا با شاهش و این چیزاش نیست، درست؟ تو میگی مگه محمد رضا شاه چیز داشت مدیریت بلد بود؟ من میگم نه بلد نبود. برای همین اولش هم شاه، برای همین هم شاه افتضاحی بود اولش، بعد یواش یواش یاد گرفت. سی و چند سالگی فکر کنم بود. حالا ببینم، من میگم خواستم به مدیریت نباید اینجا فوکال پوینت این بحث باشه، رهبری باید چیز باشه. و رهبری هم تمام کلید رهبری هم چیز تراست، چه مردمه چی میگن اعتماده. به جز اعتماد هم چیز دیگه نداریم دیگه. چیز آمین جان اعتماد خیلی مهمه تو این بحث. مثلا چرا مدیر خوبی باشه؟ رهبر خوب میتونه یه سیستمی هم بشه. آقا رهبر خوب رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری کسایی نه، رهبر معنیش اینه که یه سری کسایی زیر دست دارن کار میکنن، درسته؟ خب آره. این یعنی مدیریت، یعنی تو باید به سری یه سری آدم های رو حتما نباید مدیر خوبی باشی اگر که اون رهبره من میدونم داری چی میگی، ولی مگه مثلا همه این کشورهایی که البته من میگم سامان پادشاهی نمیخوایم برگردیم، من میگم ولی تو کشورهایی که اینو دارن ببین اون کسایی هم که تو مثال اگه تو بتونی مثال پیدا بکنی، خب برای کسایی که مثلا تجربه مدیریت نداشتن ولی یه دفعه مدیر خوبی شدن، خب درسته شانسی بالاخره اینجوری هم در میاد بعضی موقع ها، خب ولی ما نمیتونیم رهبر کسی زیر دستش کار نمیکنه. رهبر چرا دیگه رهبر یعنی رهبر نه یعنی... رهبر یعنی تراست جامعه. رهبر یعنی نقطه اعتماد جامعه. نه شما اگه یه کسی خب فرق... ایرانو کاری ندارم گوش کن برام چی میگی، یه دقیقه گوش کن. ببین شما وقتی که یه نفر فقط محبوبیت داشته باشه، خب برای شروع رهبری خیلی خوبه، ولی روز دوم همه چی میریز افتضاح میشه. خب یعنی محبوبیت و اعتماد و اینا فقط برای روز اول خوبه که مردم بیان دور و بر جمع بشن. اگر که اون جمع شدن نه اگر سی... ببین رهبری بعدش ببین رهبری یعنی شما داری لید میکنی، رهبری یعنی شما داری لید میکنی، خب یعنی شما بالای هرمی هستی، بقیه زیر دست شما دارن کار میکنن، شما باید بتونی اینا رو مدیریت بکنی. تصمیم گیرنده نباشه، رهبر میتونه تصمیم ها رو بهش بدن. رهبر یک فیس تعریف رهبری جامعه رو داره. نه ببین شما دارین تعریف رهبری رو عوض میکنین. رهبری یعنی لیدرشپ، درسته؟ رهبری یعنی لیدرشپ آره، ولی نه منیجمنت.
نه لیدرشپ منیجمنت میخواد. اینا داری لیدرشپ میشه بذار من این شما داری میگی یه رهبری باشه که هیچ کار است هیچ تصمیمی نمیگیره. من میگم شما دارین تحریم تعریف رهبری رو اینا تصمیم نه بس آره تصمیم نیست بس قدرته. وقتی که قدرت ببین بس فرگشتی اگه بخوایم نگاه کنیم یه آلفا پرایمیت میشه این آدم خب که یه گروهی پشت سرش وای میسن. من اینجوری همچنان نگاش میکنم نماده یه نماده مهمترین نماده خب رهبر نماده لازم یعنی آره منیجر خوبی حالا حتما لازم نیست باشه اعتماد داره باش ببین. ببین. شم... ببین. ما ببین ما اصلا آقای رضا پهلوی سه تا نقش میتونه داشته باشه یا میتونه رهبر باشه یا میتونه نماد باشه یا میتونه سخنران باشه. من میگم ایشون رهبر خوبی نیستن من میگم نماد خوبی هم نیستن سخنران خوبی هستن چیر لیدر خوبیه خب رهبر خوبی نیستن چون رهبر اون چیزی که تو داری میگی رهبر نیست رهبر باید بتونه مدیریت بکنه خب نماد خوبی هم نیستن چون نماد نقشش متعهد کردن مردمه. ایشون به نظر میرسه اتفاقا باعث جنگ و تفرقه بین مردم میشن تا اینکه باعث وحدت بشن. هر موقع مردم علی جمهوری اسلامی مثلا متحد شدن تا ایشون رو معرفی میکنی یه بین گروه اپوزیسیون دعوا میشه اتفاقا اتحادی هم به وجود نمیاد. به نظر من ایشون بله خب بله بالاخره نماد ما باید نماد کسیه که باید ببینیم تاثیرش رو مردم چیه. نماد که کاری که نمیکنه نماد میشینه میگه نگاه کنید من نمادم. نماد کاری نمیکنه بعد ببین نماد کسیه که کاری نمیکنه ولی ببینیم تاثیرش رو مردم چیه. اگه تاثیرش مثبت نماد خوبی اگه تاثیرش منفی نماد خوبی نیست. ایشون نماد خوبی نیستن ولی ایشون با سواد حرف قشنگ میزنه از سکولار دموکراسی دفاع میکنه برای همین سخنران خوبیه. شما اینو رهبر نکنید رئیس گروهتون نکنید بیارین تو گروهتون به عنوان سخنرانتون میاد مثلا اینا از دید فرگشتی آرمین مشکل من اینه که اینا تعریف رهبر نیست. تعریف رهبر همون که گفتم اینکه آلفا پرایمت هیچ چیز دیگه ای هم نداره توی نقاط آقا آلفا پرایمت موقعیه که شما تو جنگلید خب یه دختر یک شما یه دختری رو میخواین ولی مثلا میخواین برید بکنیدش ولی آلفا میاد جلو شما رو میگیره. این مال تو مقاله آمیزه من عوض نکن کانتکست نه آلفا پرایمت و اینا تو زندگی متمدن امروزی ما رهبر بر اساس کسی که آلفا هست که انتخاب نمی‌کنیم. بیا مثلا میتونی ولی هست ما اینجوریه واقعا اینجوریه اگه شما رهبر شما نمیتونی راست جامعه را اگه نداشته باشی چجوری رأی جمع می‌کنی یادم ما رهبران ببین آقا ما یه ما رهبران بسیار مفید تو مثلا چه گاندی رو نگاه می‌کنی میگی این آلفاه. ما رهبرایی داریم که مثلا هیچ وقت مثلا نه ببین بله آلفا بودن معنیش چیز نداره. آلفا بودن معنیش حتما اتریبیوت های فیزیکال نیست که نه خب ببین قاطی آلفا پرایمت ببین داری بحث سیاسی رو قاطی میکنی با بحث های قبیله توی جنگل و اینجور چیزا. بیولوژیک نه اینا اینجوری نیست نه اینا فرق داره. یه نفر میتونه کاملا بتا بشه ولی مدیر خوبی باشه و رهبر خوبی ولی نه من هفتم اوکیه من ولی ببین خیلی قسمت زیادی از این بحث ما هم دیگه ما اتفاق نظر داریم که این که چه جوری قرار اتفاق درسته تا اینجاش بله ولی من میگم توسل به طبیعت نکنید برین دنبال آلفا بگردین که کی رهبر سیاسیتون بشه. یعنی اینا مغلطه است به نظر من. من میگم یک رهبر سیاسی نه ببین اینجوری نیست اینا توجیه واقعا اگه بیشتر در مورد بخوام اگه حتما من دوست دارم که بیشتر در اگه مثلا قرون وسطا بود مردم احتیاج داشتی که مثلا رهبرشون کسی باشه که با شمشیر مثلا سر 80 نفر زده باشه. نه اصلا من منظور من این نیست. یعنی اصلا لازم نیست رهبر ببین وقتی میگم آلفا پرایم من اینو چه بگم تمام دیگه من آخرام شام مینا طولانی هستم آره تمام آخرش آره دیگه قبول کوتاه بگی سفر تمام آره میدونم من یه نکته کوچولو بگم بابک حالا در بگو ولی آره حرفی که سپر داره میزنه به نظرم درسته که رهبر در شرایط رهبر برای گذار اگه منظور سپر باشه واقعا اعتماد نکته مهمیه. یعنی شما باید کسی رو داشته باشی که بشه اعتماد کرد. مگه من گفتم اعتماد مهم نیست تنها ابزاریه که ده مگه من گفتم اعتماد مهم نیست اگر باشه شما میگی که برای گذار مثلا میگی الان بشه خب فردا همه چی میریزه به هم. به نظر من تو گذار فردا همه چی بریزه به هم شاید مسئله مهمی نباشه. اگر کسی قصدش گذار از جمهوری اسلامی باشه به نظر من به هم ریختنش شاید خیلی مهم نباشه. من میگم شما میگم یه گروهی رو تعریفمو تعریف رهبر رو علمیش رو بهت گفتم و تراست و چیز اعتماد هم قدرت فقط تو اعتماده.
حالا این اعتماد چجوری؟ فقط نه ببین من قبول دارم زدن. من قبول دارم که اعتماد مهمه، من میگم اعتماد به محل مهمه، ولی اعتماد کافی نیست. مردم اگه اعتماد روز اول بهت اعتماد داشته باشن، بلکه اومدی رو کار قابلیت مدیریت نداشتی اعتماد رو من میگم که اون اپوزیسیونی که برنامه داره بیاد بهشون بگه دیگه آقا این ایشون اتریبیوت گنده رو داره، اون چیزا رو داره. حالا یه چیز دیگه میگم ایشون، حالا یه چیز دیگه، سوال دیگه، ایشون شما آقای رضا پهلوی رو نگاه میکنین احساس میکنین ایشون آلفا میل هستن؟ نه دیگه اون تعریف آلفا میل اشتباه ماست دیگه. منظور من که تعریف های مثلا ماسکولینیتی اجتماعی آلفا آجه. آلفا میل اجتماعی باشه باشه. من میگم اگه میخوایم تعریف ها رو انقدر عوض بکنیم که هم حرف رو میشه عوض نمیکنیم، درستش میکنیم. آرمین نگو دیگه، من که تعریف درست رو دارم میدم، تعریف علمیه. یعنی تو داری میگی که نه آقا آلفا میل اصلا علمی، آلفا و بتا اصلا علمی نیستن، اصلا این چیزیه که از یه بحث قدیمیه. میگه آل تعریف علمی آلفا داری؟ این کلیم بزرگیه. کی گفته اینو؟ توی نه نه ببین توی من، تو داری تعریف منو با یه تعریف دیگه قاطی میکنی. من منظورم اون آلفا بودن و اون مرد آلفا اینا نیست. توی میگم آلفا آلفا داریم اون همه. نه نه توی نه این مرزش مشخص نیست. متخصصان هم میگن که ما ببین مثلا تو شیر داریم اینو، تو گوریلا داریم، توی قبیله انسان ها آلفا اینجوری مشخص. اینا کانسپت هایی هستند که با توجه به کانتکستمون همش در حال ایوالو. نه اینا یه بحث قدیمی. ممنون فعلا.